با عرض سلام خدمت همه بیننده های عزیز، با سری دیگه از برنامه زندگی از نگاه نو در خدمتتون هستیم. بحث امروز ما در رابطه با فلزاته. بحث با گذار جناب مهندس عطایی میکنم. با عرض سلام خدمتشون، همراه ما باشید. جناب مهندس سلام، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. بحث ما در مورد فلزاته. درست، اگه لطفاً یه تاریخچه در مورد فلزات ما بدید. خواهش میکنم. مشخصه که بشر تنها در سرزمین‌هایی میتونسته به سودمند بودن فلز پی ببره که توی اون سرزمین‌ها فلزات و کانی‌های وجود داشته باشه و ایران هم از لحاظ طبیعت دارای ذخایر بزرگی از کوه‌ها و کانی‌هاست که بنابر شواهد و باستانشناسی‌هایی که داشتیم در شمال ایران و مرکز ایران قسمت‌های قدیمی زیادی وجود داشته که نشون می‌داده که صنعتگران ایرانی از فلزات استفاده می‌کردند. مردم تمدن‌های بزرگ مثل مصر و بابل و هند با تمام پیشرفت‌هایی که داشتن نتونستن اولین صنعتگران فلز باشن و حفاری‌های اخیری هم که داشتن نشون داده که فعالیت‌های فلزکاری در تمدن‌های کشورهایی که نام بردم نسبتاً خیلی دیرتر از ایران شروع شده. شما منظور اصلا خود فلز چی هست که ما وارد بحث تاریخش شدیم؟ فلز ماده‌ایه که میتونیم اونو صیقل بدیم، به هر شکلی که دلمون میخواد درش بیاریم. جسمیه که رسانای گرما و الکتریسیته هستش. کلن فلزات با هم فرقهای زیادی میکنن، از لحاظ رنگ، از لحاظ سختی و نرمی. بعضی هم از اونها ممکنه که به راحتی خم بشن و بعضی دیگه خیلی مقاوم و شکننده هستن. بله، میشه. و پس حالا که به قولی وارد دارید بحث خاصیت فلزا میشید، یه توضیح در به خاصیت هاشون برای ما داشته باشید؟ بله حتما. این مواد تقریبا میشه بگیم که گرما و الکتریسیته رو به خوبی انتقال میدن، رسانهای خوبی هستن. بله. از گروه عنصرهایی هستن که خواص مشترک و معینی دارن. به همین دلیل ما ظروفهای آشپزخونمون رو و سیمهای برقمون رو از فلز درست میکنیم، چون به دلیل رسانه بودنشون. فلزات کلن محکمند. بله. به آسانی میشه اونها رو شکل بدی. شباهت‌هایی هم دارن با هم، ولی تفاوت‌هایی هم دارن. مشخص میشه که یه فلز اون شباهت‌ها و تفاوت‌هاشون رو اگر در نظر بگیریم میتونیم بفهمیم که برای کار بردن تو جای مختلف چه خواصی دارن. کلن اگر بخوام حساب بکنیم، از 109 عنصری که تا حالا شناخته شده یه چیزی حدود 87 عنصر اون فلز بوده. و کلن اینجوری بگیم که از فلزات خیلی کمتر به صورت خالص استفاده میشه. معمولاً از ترکیب دو یا چند نوع فلز یا ترکیب فلز با یک چیز دیگه ای ترکیب یا آلیاژ جدید رو درست میکنن و از اون بیشتر استفاده میکنن. برای آقایی بیننده ها من روز خونید بگید اختلاف فلزات با جامدات و مایعات چی هست؟ میشه بگیم که همه فلزات مایع و جامدی که تا حالا شناخته شده همه هادی های خوب برق هستن، چون الکترون‌های اونها برای حرکت دادن مانعی رو ایجاد نمی‌کنن و ذرات اونها طوری تنظیم شده که بتونن آزادانه نوسان پیدا کنن و بتونن برق رو حتی گرما رو انتقال بدن. طبعا فلزات هادی‌های خوبی هستن. این طبیعتشون باعث میشه که خودشون از اجسام دیگه تقریبا جدا بکنن. درسته. بله. انجام فلزات چگونه قابل استفاده هستن؟ همونطور که در اول هم خدمتون عرض کردم، فلزات به ندرت به شکل خالص استفاده میشن.
میان اونها رو با مخلوط کردن با چند فلز دیگه یا با مخلوط کردن به صورت یه جسم غیر فلز آلیاژی از اونها استفاده درست میکنن که میشه از اونها استفاده کرد. کلن فلزات به صورت سنگ‌های معدنی هستن و در با ترکیب با عنصرهای دیگه توی کوه ها پیدا میشن. پس از استخراج کردن و اونها میتونیم با ترکیب کردن اونها با هم دیگه اونها رو استفاده بکنیم. مثلا بخوام اگه آهن رو مثال بزنیم، سنگ آهن رو همراه سنگ آهک و کوک داخل کوره های بلندی حرارت میدن، اونها رو ذوب میکنن، اون وقت مواد خام آهن به دست میاد که بعد با اون میتونیم به قول معروف میلگرد درست بکنیم یا آهن درست بکنیم و خیلی چیزهای دیگه درست بکنیم که از اونها بتونیم استفاده بهینه ببریم. متشکرم از توضیحاتتون. بحث برنامه ما دیگه کم کم روند تخصصی‌تری بیشتری پیدا میکنه و شاید بیننده هایی که قبلا پای برنامه ما میشستن گه گداری از بحث های ما خسته شده باشن و ازتون میخوام که به قولی کانال خودتون رو عوض نکنید، همراه ما باشید و از این به بعد شاید بیننده های خاصی پیدا بکنیم. به صورت جامع‌تر و کامل‌تر تخصص‌تر بحث خواهیم کرد. حتما پای برنامه ما باشید. بالاخره یه جاهای این اطلاعات به درد همگیمون میخوره. میام برنامه میبینیم. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. برمیگردم. معرفی معماران و معماری‌های بزرگ جهان. کاخ پارلمانی بخارست. اجلاس سران ناتو در بخارست نشست ترین هاست، نه فقط بزرگترین گرد همایی تاریخ این پیمان فرا آتلانتیکی است، بلکه در یکی از بزرگترین ساختمان‌های جهان هم برگزار می‌شود. اشپیگل آنلاین از بخارست گزارش داد فقط با حضور حدود 3000 هیئت رسمی و تعداد بسیاری از خبرنگاران، این اجلاس در وسعتی کمتر از یک سوم فضای موجود در کاخ پارلمانی بخارست برگزار خواهد شد. این ساختمان که به دستور نیکولای چایشسکو در رومانی ساخته شد، مساحتی معادل 330,000 متر مربع و بیش از 1000 اتاق دارد. این ساختمان 16 طبقه که 4 طبقه آن زیر زمین است و 2 پناهگاه هسته‌ای دارد، پس از پنتاگون دومین ساختمان بزرگ در جهان است. فقط سالونی که سران دولت و 26 کشور عضو ناتو دور میز آن خواهند نشست، مساحتی معادل 2200 متر مربع و 16 متر ارتفاع دارد. در آنجا سیاستمداران شرکت کننده خواهند توانست از بزرگترین فرش‌های جهان 1200 متر مربعی و از بزرگترین لوستر با 3 تن وزن و 7000 لامپ هم دیدن کنند. فقط کم بودن تعداد سرویس‌های بهداشتی است که برای سازمان دهندگان این نشست دردسرساز شده است. برای همین آنها خواستار ایجاد دستشویی‌های بیشتر شدند. در مجموع 20,000 نفر در فاصله زمانی 1984 تا 1989 میلادی برای ساخت این بنای عظیم کار کردند. آنها در ساخت این بنا از 1,000,000 متر مکعب مرمر و 1,000 تن سنگ گرانیت نیز استفاده کردند. بسیاری از اتاق‌های این بنا بارها بازآرایی شدند. امروزه این ساختمان در اختیار سنا، نمایندگان رومانی و موزه هنرهای معاصر رومانی قرار دارد. خب برگشتیم. با دنباله برنامه در خدمتتون هستیم. هم که قبل از که بریم میام برنامه ببینیم خدمتتون عرض کردم. بحث‌های متخصص‌تر میشه. احتمالاً الان بیننده‌های ما دانشجوهای عزیزمون هستن، کسایی که تو رشته‌های معماری، دکوراسیون، فضاسازی، زیباسازی، هنرهای تجسمی، تأسیسات و شاید حالا هرچی بالاتر بریم به تعداد بینندگان متخصص ما اضافه‌تر بشه. من که در حکم شاگردی همه شما هستم
ولی شما رو برای دیدن استاد مشتاق میکنم. در خدمت جناب مهندس هستیم. با ادامه بحثمون، بحثای ایشون بحثای کارآمد و کارگشاییه، حتما پیگیر برنامه هاشون باشید. هر کاری مستلزم یک وقت گذاشتن و علاقه. بالاخره موقع ها آدم خسته میشه، بی‌حوصله میشه، ولی اگه هدفدار باشه مطمئن باشید دنبال روی این مطالب خواهید بود، چون باید مطالب رو دزدید. بعضی موقع دزدیدن مطالب و اطلاعات نه تنها بدنامی نداره، بلکه نفعمون هم هست. جناب مهندس اگه لطف کنید سوال بعدی من جواب بدید. سوال من از خدمت شما میگه دیگر فلزاتی توی ساختمان استفاده میشن و نام ببرید. بله، فلزات دیگه‌ای که در داخل ساختمان استفاده میشن میتونیم مثال بزنیم. به عنوان مثال مس هستش، روی هستش، آلومینیوم هستش، چدن و فولاد و انواع اقسام که اگر بخوایم توضیح برای هر کدومشون داشته باشیم میتونیم بگیم مس فلز نرمیه که در دمای 1100 درجه ذوب میشه، حرارت و الکتریسیته رو به خوبی هدایت میکنه. برنج و برنز از آلیاژ هایی هستن که با مس درست میشن. آلومینیوم با رنگ سفید مایل به خاکستری هستش، بسیار نرمه، در دمای 660 درجه ذوب میشه. کلن آلومینیوم رو به صورت آلیاژ به کار میبرن. این فلز آلومینیوم از نوعی خاک رس تهیه میشه. روی فلزیه که به رنگ خاکستری روشن هستش که در مقابل تغییرات آب و هوا خیلی مقاومه و این ویژگی رو داره که ما از روی به عنوان پوششی برای ورقه های آهنی و لوله های آب برای جلوگیری از زنگ زدگی اونها استفاده بکنه. شما مهندس فلزاتی که الان ذکر کردید یه توضیح بدید چطور و در کجاهای ساختمان استفاده میشن و کاربرد دارن؟ بله، همونطور که گفتم آهن در موارد مختلفی در ساختمان استفاده میشه. مثلا در پایه و اساس ساختمان به صورت میلگردها، نبشیها، قوطیها و چارچوب دربه ها و پنجره ها استفاده میتونه بشه. مس رو برای تولید سیم های داخل ساختمان، سیم های برق و غیره میتونیم استفاده بکنیم که بعد از طلا و نقره بهترین رسانات و فلزات هستش. همچنین میتونیم مس رو برای ساختن لوله های مسی برای لوله های گاز و دستگیره های تزئینی در پای منازل هم استفاده بکنیم. آلومینیوم هم برای ساخت چارچوب و پنجره هایی که در مناطق مرطوب هستند و در پای حمام ها میتونیم استفاده کنیم. حمام سرویس های بهداشتی، چون اصلا زنگ نمیزنه در مقابل رطوبت و زنگ زدگی خیلی مقاوم هستش. و خیلی فلزات دیگه ای هستن که داخل ساختمون استفاده میشن که میتونیم در مورد اونا بحث های زیادی بکنیم. لطفاً چند نمونه از همین فلزاتی که الان ذکر نشده و در ساختمان استفاده میشن رو بفرمایید، ممنون میشیم. من سعی میکنم خلاصه وار توضیح بدم. همونطوری که گفتم از 109 عنصری که تالا شناخته شده 87 عنصر اونها فلز هستش که خیلی از اونها در ساختمان کارایی ندارن. میتونیم اونایی که کارایی ندارن رو مثال بزنیم، چون تو ساختمان تعداد محدودی از اونها هستن که کارایی دارن. مثلا میتونیم از تالا اسم ببریم که یک فلزیه که خیلی گرانبهاست، ارزش بالایی داره، رسانه‌ای بسیار عالی داره. از اون برای درست کردن تزئینات مثل گوشواره، انگشتر، دستبند و وسایل تزئینی استفاده میشه. میتونیم نقره رو مثال بزنیم که باز هم کارایی‌هایی مثل طلا رو داره، برای تزئینات استفاده میشه. حتی در قدیم به عنوان ظروف برای استفاده و درست کردن غذاها استفاده میشده. مفرق و منیزیوم رو میتونیم نام ببریم، تیتانیوم و فولاد، قلب و خیلی از فلزات دیگر رو میتونیم نام ببریم که هر کدومشون تو به نوبه خودشون توی محیط زیست ما برای کمک به انسان‌ها
به وجود اومده و ما میتونیم تو محیط خودمون ببینیم اونها رو. چون من سوال اگه اجازه بدید قبل از اینکه میام برام برم از شما کسب اجازه کنم که دوباره این بحث فلزات رو یه جورایی به بحث دکوراسیون مرتبطش کنیم. حالا سوالات هم البته بعضی که یه وله در کنار شما و دکمه برندگان عزیزمون دیدیم برمیگردیم و این بخش رو به سمت بخش دکوراسیون هول میدیم. خواهش میکنم در خدمت با همین وله میبینیم. خسته نباشید. معرفی معماران و معماری های بزرگ جهان. کنزو تانگه، او در 4 سپتامبر 1913 در اوساکای ژاپن به دنیا آمد. دوران کودکیش را در چین سپری کرد و پس از مرگ یکی از عموهایش همراه با خانواده به ژاپن بازگشت. بعد از اتمام دوره راهنمایی به هیروشیما رفت و در سال 1930 وارد دبیرستان شد. در سال 1935 در دانشگاه توکیو در حوزه معماری ادامه تحصیل داد. تانگه یکی از شاخص‌ترین معماران قرن 20 بود که سبک سنتی ژاپن را با سبک مدرن تلفیق کرد و ساختمان‌های عظیمی را در 5 قاره جهان طراحی کرد. وی جایزه پریتزکر پرایز را که مختص معماران برجسته جهان است در سال 1987 به خود اختصاص داد. او طراح هتل تهران است که قرار بود در بولوار کشاورز ساخته شود اما نیمه تمام ماند. از شاهکارهای او انجمن پزشکان شیکاگو در سال 1990 می باشد. کنزو تانگ در 22 مارس 2005 درگذشت. خسته نباشید. برگشتیم با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. قرار شد بخش فلزات رو یکم سمت و سو بدیم به بخش اصلیم که در دکوراسیون بود. جناب مهندس، آیا فلزات در دکوراسیون هم نقشی دارن؟ بله، ما اگر بخوام توجه بکنیم فلزات در تمام بخش‌های زندگی ما تو هر جایی که بریم یه جوری نقش داره. ما میتونیم با ترکیب کردن و در کنار هم گذاشتن فلزات در کنار چوب MDF یا هر وسیله‌ای در داخل منزلمون از اونها استفاده بکنیم، به دکور خودمون بپردازیم. مثلا ممکنه اون فلزی که استفاده میکنیم توی نما نباشه ولی برای دکوراسیون استفاده شده میشه. میتونیم توی سقف‌های کاذبمون استفاده میکنیم، به قول معروف میلگردهایی رو میزنیم، شکل اولیه رو میسازیم، بعد باز هم با تورهای فلزی اونا رو پوشش میدیم. خود این فلزات کمک میکنن که ما یه سازه‌ای رو بسازیم به عنوان مثلا سقف‌های کاذب یا ساخت به قول معروف اون اوپنه آشپزخونه که زیبایی خاصی داشته باشه، باعث میشن که سازه ما سر جاشون ثابت وایسه، گچ یا سیمانی رو که میزنیم به اونجا ترک نخوره، نریزه. به قول معروف برای ساختن سقف‌های کاذب دیگه ای که از تایل‌های گچی تو اونها استفاده میشه میتونیم به عنوان شبکه اونها از فلزات استفاده کنیم. فلزاتی مثل آهن یا آلومینیوم میتونیم آهنها رو رنگ بکنیم، نمای خوبی داشته باشه. که فرمودید رنگ که روی فلزات هم زده میشه اینو این پوشش رو برای بار بردن استقامت فلزو هم محسوب میشه. بله دقیقا. میتونیم با ورقهای مس تندیس هایی بسازیم، تابلوهایی بسازیم که توی لابی هامون بتونیم استفاده کنیم، توی پذیرایی هامون استفاده بکنیم. میتونیم با آلومینیوم های رنگی پارتیشن بسازیم، فضا سازی بکنیم، فضا همون رو از هم جدا بکنیم. چیزی که اصلا ممکنه جامعه از به ذهن نرسه. بله، خیلی چیزا هستش که فکر میکنه که بتونه با پارتیشن و برقای فلزی یه همچین ایده هایی بده. دقیقا، خیلی چیزای دیگه هم هستش که به چشم ما نمیان ولی توشون از فلز به کار برده شده. حتی قفل‌های درب‌های منزلمون، تو سازه‌های ساختمانمون، همه اینا فلزات به کار رفتن، میتونیم ازشون استفاده بکنیم. چه مهندس 100% فلز توی صنعت هم کارایی‌های زیادی داره. اگه لطف کنید توضیح هم در مورد کارایی‌های فلز توی صنعت ما داشته باشید ممنون میشم. 100% همینطور توی صنعت کاربرد خیلی بیشتری داره. مثلا ما توی صنعت هواپیماسازی
از ترکیب چند نوع فلز، فلزی رو ساخته شده که خیلی سبک و مقاومه. بله. در صنعت خودروسازی هم از این فلزات استفاده شده، از آهن زیاد استفاده شده درسته. توی بحث های مکانیکی و بدنه خودروها، که بعضی از قطعات همون اتومبیل ها اگر از جنس فلز هم نباشه، از آب فلزات مثل آب طلا و آب کروم، آب نقره بله. استفاده شده برای تزئین هاشون. خیلی از خلاهای زندگی انسان ها رو فلز تأمین میکنه که ما شاید اصلا واقعا به چشممون نیاد. بله. شما ما دست میگم حالا طبق صحبت که امروز کردید از شما متشکریم. شاید الان بیننده های ما اگه پیگیر کرده باشن ما رو از قسمت اول تا این زمان، بگن خب الان بحث فلزات هیچ ربطی به کلسترول نداشت، ولی نکته های زحمتش اینه که اگه به نظر بنده این همین فلزات نباشن، در واقع با صحبتی که شما داشتید ما اصلا ساختمونی نخواهیم داشت که بتونیم دکوراسیونی براش درست کرده باشیم. و حالا سوالی که من اینجا دارم بخاطر که یکم چون خود کلمه فلز یکم به قولی اسم سخت و غیر قابل حذف و سردیه، ما را یه جوری بخوایم اینو خیلی متین‌تر و قشنگ‌تر و به یاد ماندنی‌تر برای خودمون تو ذهنمون به خاطر بسپریم، فلز رو ربط بدیم به هنر. آیا هنری هستش که با فلز کار بشه؟ بله، هنرهای زیادی هستش، مثل هنرهای طلاکاری، نقره کاری، بله. هنر زیور آلات، بله بله. مثل خانم‌ها خیلی بهش علاقه مندن. بله، انگشترها هستن، گوشواره ها هستن که نگین کاری میشن و خیلی از ظروف هایی هستن که به وسیله فلزات تزئین میشن. بله. هنر مسگری هستش که عالی، اونها رو عالی. میتونیم توی آشپزخونه ها از ظروفش استفاده کنیم، گلدون هایی داشته باشیم. بله. زمان طالباش زیاد شده، من الان اکثریت تو هر خونه که میبینم، حتی چند وقت پیش که از دوستان مده بود من دیدم یه ظرف مسی، قابلمه مسی بود، گرفته دستش، گفتم که فلانی این چیه گرفتی؟ حالا من فکر کنم بخاطر دکور، چون خیلی بابا دکور استفاده می‌کنه، گفت دکتر بودم، ناراحتی مثل گوارشی داشت. البته ایشون میگفت بهم گوشزد کرد که حتما توی این ظروف مسی آشپزی کن و غذای خودت درست کن. من برام خیلی جالب بود. بله. چون گویا مثلا خاصیت‌های خیلی فراوانی داره و علاوه بر این که خاصیت فراوانی داره، باعث میشه که خیلی از خاصیت غذاها رو از بین نبره. میتونه حتی با همون مسی که شما فرمودید تابلوهای برجسته‌ای درست بکنیم که باز توی نمادهای دکوراسیونمون راحت از اونها استفاده بکنیم. بله. خب امیدوارم که این مباحثی که ما میکنیم فقط به صورت کلیدی بررسی نشه، از همه بعدش نگاه بکنیم. مثلا حالا بچه‌هایی که گفتم به صورت متخصصانه میخوام بشنم پای بحث اجرام مهندس و از دیدگاه خودشون بررسی میکنن، ولی خب اگه یه آدم عادی مرم پای برنامه نشسته باشه اینا بهش ایده میده. یعنی هم که اجرام مهندس فرمودن میتونه از فرمایشات ایشون که گفتن میشه با فلزات تابلوهای خاصی بله. درست کرد، پیکر تراشی کرد و به قولی شبیه سازی به صورت مجسمه سازی رو انجام بدن، اینا ایده های تازه میده. یعنی فکر نکنید که حالا بحث ما رو میگیرید این خب درباره فلز ما کار نداریم، برش بشینیم برش گوش کنیم، هر نکته‌ای به ما یه ایده‌ای تو زندگی مونده که این ایده ممکنه آینده ای ما رو بسازه. شاید الان یه جرقه‌ای باشه واقعا برای اینکه ما بتونیم پیشرفت کنیم، بله پیشرفت کنیم و یه گام رو فراتر بزنیم، مثلا یه حرفه رو بسازیم تخصصی، بعدن از این پله که الان به قولی جرقه‌اش رو خورده ادامه بدیم، یهو تصمیم بگیریم که مثلا من می‌خوام مثلا برم مجسمه‌سازی یاد بگیرم، من می‌خوام برم تابلوسازی با فلز یاد بگیرم. به هر جهت من براتون شب خوشی آرزو میکنم. سایتمون رو به شما باز معرفی میکنم، www.tasvirsazan.com. منتظر پیشنهادات، انتقادات و حتی اگه سوالی باشه، اطلاعاتی از ما بخواین، همه جوره در خدمت شما هستیم. بحث و حوزه جناب مهندس میکنم، ازتون خدافظی میکنم. خواهش میکنم. من هم باز سایت اینترنتی خودمون رو معرفی میکنم، www.iptaraz.com. و اگر کسانی هم هستن که به اینترنت دسترسی ندارن، میتونن با شماره های ما که زیرنویس میشه و بین تبلیغات هست تماس بگیرن، ما در خدمتشون هستیم، نظرات و انتقاداتشون رو میپذیریم. انشالله شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما. مهندس خسته نباشید. سلامت باشید. متشکرم. شما هم خسته نباشید. در اختیار ما گذاشتید. متشکرم.